بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم درس مقدمه بر اجزای محدود رو در واقع آغاز میکنیم. از بید من تو ویدیوی اول که برای این جلسه در واقع در نظر گرفته شده، همون بحثی که تو انتهای جلسه قبل در واقع باقی مونده بود و که همون مربوط به تحلیل یا استخراج معادلات المان میله بر اساس روش گالرکین بود رو تو این جلسه در ابتدا تو ویدیو اول بگم و مباحث بعدی رو توی ویدیو بعدی در موردش ما صحبت کنیم. در واقع تو روش باقی مانده وزن‌دار قرار شد برای هر استراکچری که داریم تحلیل میکنیم در ابتدا معادله دیفرانسیل رو در واقع محاسبه کنیم و تفاوت این روش سوم، یعنی روش باقی مانده وزن‌دار گالرکین در استخراج معادلات هر المان، حالا به طور خاص فعلا المان میله، نسبت به روش‌های دیگه، نسبت به روش انرژی و نسبت به روش تعادل، این بود که ما اینجا با معادله دیفرانسیل سر و کار داریم. یعنی ما معادله دیفرانسیل حاکم بر تغییر شکل رو داریم، حالا بر این معادله دیفرانسیل روش باقی مانده وزن‌دار گالرکین رو اعمال می‌کنیم تا بتونیم برای اون المان خاصی که مد نظرمون هست و در نظر گرفتیم معادلات ماتریسی این المان رو در واقع محاسبه کنیم. پس تو روش باقی مانده وزن‌دار گالرکین به عنوان روش سوم برای محاسبه معادلات المان، ما معادله دیفرانسیل حرکت رو داریم که داریم کار رو در واقع انجام میدیم و معادلات المان رو محاسبه میکنیم. خب معادله دیفرانسیل المان، معادله دیفرانسیل المان میله مطابق این رابطه هستش که اینجا مشاهده میکنید دی به دی ایکس حت ای آ دی یو به دی ایکس حت در واقع دی یو حت به دی ایکس حت مساوی صفر. حالا این رو دیگه به نظر من انقدر مهارت پیدا کردید بر استخراج معادلات حرکت و حتما میتونید رو محاسبه کنید. لطفا سکشن 3.1 رو کتاب رو نگاه کنید، اونجایی که استخراج ماتریس سفتی المان میله در مختصات محلی رو داشتیم تو ابتدای این فصل صحبت میکردیم. اینجا تون معادله دال در واقع همین معادله دیفرانسیل عیناً اثبات کردیم تو کلاس و دیگه نکته خاصی در مورد معادله دیفرانسیل حاکم بر المان میله که اینجا تو رابطه 3.12.4 آورده شده نیست. حالا تو فاینایت المنت این یو رو وقتی تو این جایگزین میکنیم، معادله در واقع یو رو به عنوان تابع حد اینجا جایگزین میکنیم، دیگه این معادله دیفرانسیل برابر با صفر نیست و در نتیجه یه رزیجوالی ایجاد خواهد شد که اینجا در واقع همین رزیجواله اینجا وارد شده و شما میبینید و این رزیجوال رو بایستی در یک تابع ویتی در واقع ضرب کنیم. بعد از این محاسبه معادله دیفرانسیل ما بایستی همونطور که توی انتهای جلسه قبل صحبت کردیم برای روش‌های مختلف باقی مانده وزن‌دار، ما بایستی تابع حدس رو در نظر می‌گرفتیم. تابع حدس تو فاینایت المنت، این بحثی که برای المان ساده میله ما داریم مطرح می‌کنیم و در موردش صحبت می‌کنیم، تابع حدس همون تابع اینترپولیشنی هستش که مفصل تو این فصل در موردش صحبت شد. یعنی در واقع همون N1 D1 به علاوه N2 D2 در واقع همون عرض کنم که توابع حدس ما هستن توی تحلیل ما، یا N1 U1 به علاوه N2 U2 توابع حدس ما هستن توی بحث روش گالرکین، روش باقی مانده وزن‌دار گالرکین. واضحه که اون در واقع N1 U1 به علاوه N2 U2 به عنوان تابع حدس، اون U1 و U2 نقش C1 C2 نقش ثوابت مجهول رو بازی میکنن که توی انتهای جلسه قبل برای روش های باقی مانده وزن‌دار داشتیم صحبت میکردیم و این N1 و N2 همون تابع ویتی هستن که بایستی تو روش گالرکین در واقع ضرب بشن. دقت میکنید؟ پس در نتیجه بذارید من یه بار دیگه تکرار کنم که U تابع حدس ما، تابع اینترپولیشن ما که به صورت N1 U1 به علاوه N2 U2 در نظر گرفته شده، U1 و U2 به عنوان ثوابت مجهول هستن، یعنی همون C1 C2 C3 که توی روش های قبلی توی جلسه قبل در مورد صحبت میکردیم نقش رو بازی میکنه. N1 و N2 همون نقش توابع ویت رو بازی میکنه که تو روش گالرکین بایستی در واقع جایگزین بشه. خب با این چیزی که گفتم رابطه 3.12.5 بایستی براتون در واقع منطقی به نظر برسه که انتگرال رزیجوال ضرب داره تابع ویت Ni dx بزرگ صفر، حالا N1 و N2 دیگه i رو 1 و 2 در واقع ما جایگزین خواهیم کرد.
خب اگر از انتگرال جزء به جزء، انتگرال جزء به جزء در واقع استفاده کنیم، انتگرال گیری بای پارتس در واقع استفاده بکنیم، انتگرال یو دی وی خواهد شد یو ضرب در وی منهای انتگرال وی دی یو. برای شکستن در واقع این انتگرال اصطلاحا بهش میگن ویک فرم فرمولیشن، در واقع فرم ضعیفش رو ما اینجا داریم می‌نویسیم و این هم در واقع برابر خواهد شد با اگر یو رو ان آی بگیریم و دی یو رو بگیریم دی ان آی به دی ایکس و انتگرال بای پارت اون رابطه قبلی در نظر بگیریم، این 7 رو در رابطه قبل جایگزین کنیم و تو این رابطه در واقع تو رابطه 5 اگر جایگزین کنیم، ما در نهایت خواهیم رسید به این معادله که شما در واقع مشاهده میکنید، یعنی میشه یو ضرب در وی من های انتگرال وی دی یو که اینجا هست، میشه ان آی ای آ دی یو به دی ایکس صفر تا ال من های انتگرال صفر تا ال ای آ دی یو به دی ایکس دی ان به دی ایکس دی ایکس مساوی با صفر در واقع. خب این انتگرال بای پارت یه جورای شرط مرزی رو ما برای المان به ما خواهد داد که حالا در مورد جلوتر هم صحبت خواهیم کرد. می‌بینید که اینجا دی یو به دی ایکس برام میشه با در واقع اینجا رو می‌خوام جایگزین کنیم به جای دی یو به دی ایکس، میشه دی ان 1 به دی ایکس در یو 1 به علاوه دی ان 2 به دی ایکس در یو 2، چون یو خودش ان ضرب در دی بود دیگه، حالا دی رو یو 1 یو 2 من اینجا جایگزین کردم. این توی این فصل یا حالا فصل‌های قبل، فصل قبل این دی رو حالا گاهی اوقات دی 1 دی 2 جایگزین کردیم، گاهی اوقات یو 1 یو 2. اینا خب دیگه تغییر نمادهایی هستش که برای جابجایی ما در نظر گرفتیم. خب در نتیجه دی یو به دی ایکس رو اگه به فرم ماتریسی برداری بنویسیم، دی ان 1 به دی ایکس و دی ان 2 به دی ایکس، با توجه به اینکه ان 1 ان 2 رو قبلا داشتیم به این صورت، به این فرم میشه در واقع جایگزین کرد، در واقع محاسبه کرد دی یو دی ایکس رو، پس میتونیم اینجا جایگزین کنیم توی این معادله و در نهایت برسه به این رابطه 11. مثل اینه که این عبارت رو بردیم یه سمت تساوی و این رو یه سمت تساوی در واقع نگه داشتیم که به صورت رابطه 11 در واقع نوشته شده. این معادله هم معادله اصلی ما هست. حالا اینجا ان آی و ان آی داریم، آی رو 1 و 2 که جایگزین کنیم، یه بار 1 یه بار 2 جایگزین میکنیم و دو تا معادله به دست میاد. یه بار آی رو 1 میذاریم یه معادله به دست میاد، یه بار آی رو 2 میذاریم و یه معادله به دست میاد. اگر آی رو 1 جایگزین کنیم، مشابه این چیزی که اینجا گفته شده، اگر آی رو 1 جایگزین کنیم میشه آی دی ان 1 به دی ایکس منفی 1 الوم 1 الوم دی ایکس هات یو هات 1 یو هات 2 برابر میشه با ان 1 آی دی یو به دی ایکس 0 تا ال. دی ان 1 به دی ایکس که میشه منفی 1 الوم و دیگه اینو میشه در واقع ضرب کرد و این منفی 1 الوم رو در این و در این ضرب کنیم انتگرال بگیریم. از اون ورم این سمت راست رو بچه‌ها دقت کنید، بچه‌ها یه دفعه نوشته شده اف 1 ایکس، این سمت راست میشه ان 1 آی دی یو به دی ایکس در نقطه ال من های n1 ai du به dx در نقطه 0 در واقع. واضحه که n1 با توجه به تابعی که اینجا هست و خصوصیات شیپ فانکشن ها رو قبلا گفتیم، n1 در نقطه l مقدار 0 دیگه و در نقطه 0 مقدارش 1 خواهد شد. پس در نتیجه اینجا که داشتم میگفتم این رابطه میشه n1 ai du به dx در نقطه l من های n1 ai du به dx در نقطه 0، اون عبارت اولش که در نقطه 1 ارزیابی میشه 0 میشه، در نقطه l در واقع ارزیابی میشه 0 میشه و در نقطه 0 n1 مقدارش 1 در واقع. پس در نتیجه این عبارت سمت راست میشه منفی ai du به dx در نقطه 0 ها، که واضحه که منفی ai du به dx در نقطه 0 همون f1x هست. ای آ دی یو دی ایکس اگر کششی باشه در واقع اف 1 خواهد شد، ولی اینجا چون اف 1 حالا فشاریه یه منفی هم باید پشتش می بود که اینجا توی معادله به دست میاد، در نتیجه این عبارت رو با در واقع عبارت اف 1 ایکس در واقع جایگزین کرده. که اگر این انتگرال شما محاسبه کنید میرسیم به این رابطه‌ای که اینجا مشاهده میکنید. همین کار رو برای دو هم میشه نوشت، یعنی ان آی مساوی ان دو هم میشه نوشت و به این رابطه شما میرسید که اینجا مشاهده میکنید و در نهایت بعد از ساده سازی میرسید به این رابطه‌ای که اینجا به دست اومده. اگر این معادله 16 و معادله 14 رو به فرم ماتریسی برداری بنویسید، همون معادلاتی که قبلا به دست آوردیم داره به دست میاد که در واقع مشابه معادلات 3113 و 3109 که از روش تعادل و روش انرژی معادلات المان به دست اومد، یعنی ای آ الوم یه ماتریس 2 در 2 که 1 منهای 1 منهای 1 و 1 درایه‌اش هستن ضرب در یو 1 یو 2 مساوی با یه بردار ستونی اف 1 اف 2 که تو معادله 3113 و 3109 شما در واقع مشاهده خواهید کرد. خب این بحث مربوط به روش با آماده وزن‌دار گلرکین در محاسبه معادلات المان بود. حالا قسمت‌های بعدی رو اجازه بدید توی ویدیوی بعدی در موردش ما صحبت کنیم.